بهترین دخترها را به دنیا آوردن، زدنی ترین دامادها را به خودشان گرفتن و اونم داماد عزیز و برجسته و بزرگواری را که دخترشان به شکل کافی میتونه یخ بکنه. ما کشته شدیم که فاطمه ربانی در دبی بهترین اوتلدار شوه. ما بچه های مختلفی را در افغانستان یتیم دادیم تا بیادر گل بچه ربانی در کانادا بنوشه و بعد فربه کنه و چیخ بزنه. لالا جلال بسیار مرا ببخشی، تو دوست صمیمی من هستی، حالا این حرف حقیقت داره بزرگوار. تو بچه یک رئیس جمهور افغانستان به قول خدا، بچه استاد ربانی که حرف میزنی که یعنی نص قرآن میگفت جناب ربانی، یا هم یکی از حواریون عیسی مسیح بود و یا هم یکی از صحابی های نعوذ بالله پیامبر خدا بود. این گونه پدرت معرفی میکنی؟ لالا جلال پدری که تو را تقدیم جامعه کرد و خاله فاطمه را تقدیم جامعه کرد چگونه پدری است؟ آیا به دستور مستقیم خود ربانی در بدخشان به خانه فیض منگل در شب تاریک و بارانی تک تک نمیزنن خودش و بچهش به جرمی این که شما در حقیقت آهنگ خوانید؟ کدام آهنگ میخوانم؟ امو میگه که یک چند وقت است که امرای پدر میخوانم، جرم امین است. و خودش دخترش برانترین لباس میپوشه و حرف میزنه. دوستان عزیز، دوستان ارجمند، دوستان بزرگوار، ما حرفی وحشتناک نمیزنم، ما حرفی وحشتناک نزدیم و نمیزنم. ما میگم که در جبهات داغ داغ کشته هایی که ما دادیم، تابوت هایی که ما دیدیم و سرهای راست قامت افتیده ای را که ما دیدیم در نسل خود، این در نسل های دیگر نباید تکرار شود. آیا در جنگ های وحشتناک، آیا تو ازاره گریز دشت بر چی یادت نمونده که برای ما میگن مثل این که و تکون الجبال کل این المنفوش، یعنی مثل کوها، مثل پشمای رنگین ندافی شده با آسمان میپرید؟ آیا بمهای بلری یکی پی دیگر در فرقتان نمیخورد؟ میخورد، نمیخورد. آیا برچی و این بدبختیش ما بیاد نداریم؟ آیا این حرف مزاری را میشه که کتمان کنیم که میگه ما رفتیم در جبل سراج نشستیم و در کنوانسیونی که داشتیم و در جلسه که داشتیم پای او امضا کردیم که پس از این هیچ نوع بم بیلری و در پیوند به بم بیلری که خوشایی را میتونه فرش بکنه استفادهش در جنگ های غرب کابل ممنوع، تا زمانی مزاری میگه که من خودم به برچی نارسیده بالاتر از 8 تا 10 بم بیلری در فرق برچی اصابت میکنه. آیا این را میشه که کتمان کرد؟ آیا خانه هایی که در مکرو ریان ها از منزل 6 تا تاکو بم بیلری از بین بردش میشه که اطمینانش کرد؟ این تیاره ها به دست کی بود؟ آیا ما در چشمای ما دروغ میدید دو کودکی هایم؟ حالا مرا میگی که تو پودریستی دروغ میگی. آیا کودکی های ما دروغ میگفتم که از میدان هوای خجرواش میخیست مکلیان کونه را بمبارد میکرد؟ آیا چنین وضعیتی نگذشته؟ یعنی من ندیدیم یا خواب دیدیم یا حقیقت است؟ بزرگوار ما چی است؟ ما در زنجیرهای وحشتناک از تعصب گیر کرده ایم، در زنجیرهای وحشتناک از تعصب گیر مانده ایم و تنها برای ما ارزش من چیست؟ اینمی که باید زبان پارسی یا فلانه چی ترکایی. به همین منظور ما هیچگاه با هم دیگر خود خلط نشدیم، خیانتکارترین های خود ترجیح میدیم که اینا برجستگان ما هستند. او طرف میکشت شیطان و شیاد بود، او طرف هم میکشت، او طرف هم میکشت و از من فرشته بزرگی بود. چگونه میتونیم این را به اثبات برسونیم؟ چگونه میتونیم که به اثبات برسونیم که فرشته ما سلاحش نمیکشت؟ فرشته ما تیارش بمباردش گل بادام پاش میداد، فرشته ما کلاشینکوفش گل باش پاش میداد. این رقم میتونیم گفته؟ نه، این فرشته ما و شما هم اهریمن وحشتناک بود که در جبهه نشسته بود، برای منفعت های شخصی خودش میجنگید و به پیش میرفت. ما در ساعات مختلف از این رهبران نشستیم و جنایتکار بودن طرف دیدیم. بعدی کودکی های ما در پل خمری سپری می شود، دوره که در پل خمری تحت قلمرو جنرال دوستم هستیم
و تا به کیلگه نیروهای جمعیت شورای نزار پیشرفت کرده بود و چگونه فضایی در پل خمری حکم فرما شده بود و اگر احیانا پل خمری سقوط میکرد به جرم این که در قلمرو دوست و مستی چی میشد زرد و یا هم اگر کابل سقوط میکرد به جرم این که در قلمرو مسعود هستی چی حالت میآمد به سر و تمام این لعنتی های کثیف و تمام این بیناموس های وطن فروش و تمام این خران لعین بعد در بزرگترین مسندها نشستن، بهترین امکانات به دست آوردن، بهترین شرایط داشتن، بهترین دخترها را به دنیا آوردن، زدنی ترین دامادها را به خودشان گرفتن و اونم داماد عزیز و برجسته و بزرگواری را که دخترشان به شکل کافی میتونه یخ بکنه به اونا همه چیز اندوختن. تابوت به خانه ما آمد، کشتر ما دادم، بدبخت ما شدم و تو شدی و ما و تو را در زنجیر به نام تعصب قومی و نژادی اینا بند کردن. کدام تعصب؟ لالا دیگر اصل این موره های سوخته به پایان خودش رسیده، دیگر این عصر به پایان رسیده، دیگر درست است که فلان آدم خوب بود و دیگر تمام یارانش خائن بود، تنها خودش خوب آدم بود، خدا ببخشش که خوب آدم بود، پس تمام یارانش که خائن بود خیانتکار بود. این سیستم خیانتکار بود. چگونه شما دختر ایراتی را که در تلویزیون ظاهر میشه میگه من دختر ایراتم، تا ایرات نرسیده سر میبرین جمعیت صاحب و دختر خودت در دبی چی کش و فش و شن و فری داره؟ آیا این مصاحبه دختر ربانی را که میشنوی مو بر تنت راست میشه، حس میکنی که او ملت این چقدر احمق بودیم ما و هنوزم هستیم که آمدن به نام ربانی، ببین به نام ربانی آمده تمام عمر سلاح بر شانه ایم گذاشته فیر کرده معلوم شده معیوب اطفال یتیمی به جامعه تقدیم کردیم و اطفال بدبختی و یک تعداد من که زنده مانده به زیرهای پل رفته معتاد شده و از خودش دختر ربانی میگه که به انگلیسی میگه اینی لباسی را که من میپوشم بر یک تعداد قابل پذیرش نیست. بر یک تعداد چی؟ فاندیمنتالیست رادیکال اسلامیست. آیا این صفاتی را که میگی پدر تو نبود دختر جان؟ پدر خودت این گونه نبود؟ این عکس قولدقولی که با بچه شاه دبی میگیری خوشایند است من دیگه در خلوت های کمرای شکی میشی، اما این بدبخت هایی که به خاطر شما کشته شدن و سرنوشتشان وحشتناک شد پس چی؟ پس این چی معنا بزرگوار؟ شماهایی که در کشورهای بزرگ خانه دارین، امکانات دارین و لذت میبرین و تمامتان با لذت های بزرگ آمدین و من درست است، من دوباره بچه ای که بالایش کردی در کوه، در زمستان، در سرما، با قرآن که خودت نیستی در افغانستان، در گرمترین جا، در کولا، در خانه پدریت خوابی، یا هم لالای بزرگوار در فرانسه خوابی یا در ژنوا خوابی، باز امو بچه بدبخت قریه را بالا کردی در اونمو زمستان ترق و باز در صحبتاش میگه که هیچ امکاناتی به دست رستان هم نیست، هیچ امکانات هم برش نداری. ما ببینین تا زمان احمقانه کشته میشیم که عده ای آمدن و در یک نوع حرکت اپنوتیزم وحشتناک ما را اپنوتیزم کردن و ما رفتیم و در کامشان فرو رفتیم. چوچه های خبیثشان هم هنوز با استفاده از آن اپنوتیزم شیطانی پدرانشان استفاده ایمان میکنن. کور خواندن خر خودشان. ما دیگر به بینش بزرگی دست پیدا کردیم. در این بینش بزرگ ما چی را میخواییم پیام بدیم؟ این پیام میتیم که نه، حالا این گونه نیست. حالا زمانی که هزاره به مشکل بزرگ مواجه میشه، ما توسط پشتون این مشکلش حل میکنیم و ایرا نام میگذاریم مقاومت ملی یا هم قیام وطن، یا هم حرفی میرانیم که ما در برابر دشمن واحدی که فقر است ایستادگی میکنیم. ما در ظرف 6 ماه اخیر بزرگترین معموله کمک های پشتون ها را به ازاره ها، از تاجک ها را بر پشتون ها، از ازبک ها را به ازاره ها رساندیم و پیام همدلی و همسویی دادیم. بله، این مردم آنقدر شرافتمند مردمی هستند زمانی که هزاره در مشکل مواجه میشه
پشتون پیشگام میشه و همکاریش میکنه. ما با هم مشکل نداریم. چند تا خرزادگان اخوان و شیاطین آمدن بالای گردای من سوار شدن، بی ناموسیت کردن، مادر خدا فروختن، دختر خدا فروختن، خانه های امن از اینا بود، بدبخترین کارها از اینا بود، مواد مخدر کلش از اینا بود. نام پاک تینت مجاهدم بدنام کرده بودن و بسیار بشرفانه افغانستانم ترک کردن و رفتن. تویی که هنوز در افغانستان شیشتی و گلو پارا میکنی که جبه ما چیم چی تو رکایی جان؟ او لالا جان، کدام جبه؟ امیل از به قرآن دخانیت یک کلو دال نداری؟ به خدا اگه داشته باشی هنوزم از جبهی فغان میزنی که این جبهه در حقیقت نفرش در ژنوا راحت در زیر مرکز گرمی معیشت خدا میکنه. آیا امی آقای زیای مسعود بعد از اینکه معاون رئیس جمهور شد او فایشه لکاتی را که باز عکسش نشان میدم او را تقدیرنامه نداد؟ آیا کم جوان پنشیری در جبهات شورای نظار به شهادت رسیده بود که به نمایندگی تمام اونها میخواستی میگفتی یک دایره او را نداد تقدیرنامه؟ ببینین پس خی او هم خرابی هم خراب، او هم خرابی هم خراب، چی معنا؟ جبهه که داد میزنم از او، جبهه که داد میزنم از او که استاد میشه و در برابر یک نیروی را شکست میده و وضعیت امروزین افغانستان سل کنیم خواب است و خیال است و محال است و جنون که دوباره حس کنیم این فصلی که آلا وجود داره دوباره یک چند تیاره امریکایی میاد بمبارد میکنه، این فصل از بین میره، دوباره ما از همون ولایت کلمون میایم جنرال میشیم، باز هم وزارتخانه ها را میگیریم، باز او وقت نستور را گیر کنیم چپنال میکنیم. این را بگور ببریم دیگه، این آرزو را ما امتحان ما را دادیم لالا جان، ما امتحان ما را دادیم. بله یک زمانی مردیمان قهرمان ملی بود، زندیمان مارشال بود و 600 جنرال داشتیم. او فصل به پایان رسید، او فصل به پایان رسید. حالا دیگر اون شانسی که به دست آمده بود از دست دادیم. دیگه حالا نمیشه دوباره جیب خودم به درآمد دوره کرزایی قیاس بکنیم. او دوره از بین رفت، او دوره از بین رفت، او دوره دوباره بر نمیگرده. او را من به نام دوره حماقت امریکایی و جامعه جهانی میدانم. او به پایان خود رسید لالا، بدانی ندانی، بفهمی نفهمی. حالا باید چی کرد؟ حالا باید چی کرد؟ حالا باید استاده شد و قیام و مقاومت بزرگی انجام داد در برابر او دشمنی که لهمان میکنه به نام فقر، در برابر او دشمنی که داره پایمالمان میکنه در برابر فقر. و بدون این که توجه داشته باشی که این کسی را که همکاری میکنی پشتون است، تاجیک است، یا هزار است، یا ازبک است، بدون این باید در این مقاومت دست به دست هم بدیم. این مقاومت قوی تر از هر مقاومت دیگر است. حالا دوستان عزیز، صفحه مرا بلاک کردن، صفحه که من باید تعداد وسیع از دوستان در ارتباط بودم، بر ترتیبش بلاک کنن بازم صدا ادامه پیدا خواهد کرد. بالاخره اگر بکشنم صدای حقیقت روزگار جایگاه خود میگیره، روزگار به جایگاه واقعی خود میرسه و ما هیچگاه نباید پی آنانی بریم که گوش کن پدر تو بزرگترین قماندان جبهه بود در جمعیت شورای نظار، فعلا قبرش میری پیدا نمیکنی. اونو نفرک های دیگه که میبینی که غول پیکرترین بیلدینگ ها هم قبرهایشان هست، مردهشان اینقدر تفاوت داره تا مرده من و تو، زندهشان مثل که تفاوت داشت تا موتو. آیا موتو میتونیم لالا جان اموی را که شیشتیم و گلو پارا میکنیم به خاطرش دمو زمانش میتونستیم ببینیمش یک بار؟ میتونستیم؟ تو را واقعا میتونستیم یک بار ببینیمش؟ اموی را که گلو پارا میکنیم به خاطرش دمو کولاب دروازش تختق بزنیم، آیا غم بدبختی خانوادی موتو را به پیش میبره؟ آیا این کودک ما که نظر به نداشتن مواد سوختی سخت سینه بغل است، آیا اونمو بزرگوار برش بریم رجعت کنیم کمک بر ما میکنه؟ ای کار میکنه؟ هرگز. این به این معنا که جناب فلانی جان در ژنو است و فلانی جان در سوئیس است و فلانی جان در دیگه جای، فلانی جان در دیگه جای پول میگیرن و پیش میرن. باز هم موتو هستیم
به شکار هیپنوتیزم شیطانی پدران آنان شدیم. در اخیر دعا میکنیم هر کامنتی که نوشته شده هیچ ما پس نمیکنمش، هیچ پس نمیکنم. آنچه که حقیقت هست حقیقت ها برملا میشه. کامنت هایی که دشنامم میتن روزگار میفهمن که گپ در کجا بود. ما غرق در اندیشه های هیپنوتیزم شیطانی پدران کثیف خرصفت بیناموس بدبخت نامبدکن جهاد و مجاهد به نام رهبر این چیو رهبر آن چیز به نوع شکار آنها شدیم. این لعنتی ها باید از اینها به منظور استفاده واژه مجاهد که در این 20-25 سال این واژه را استفاده کردن بیناموسانه خاک به اجنبی دادن و خودشان هم مجاهد. این به خاطر استفاده این واژه باید اینها یک بار نه ده بار نه صد بار از آله تناسلی خود اعدام شوند. از آله تناسلی خود اینا همه قهرمانانی در سایه نیروهای خارجی، قهرمانان در سایه نیروهای امریکایی، قهرمانان در سایه مچین فلانی و خودشان هم مجاهد و جهاد. خب این چیگونه مجاهدی است؟ او ربانی، او ربانی لعین. یک عکست در رشخو رنوز ماندنه. تمام هواداران ربانی را بشنو. خود ما ولو بندی هم شوم نظر به اخلال و نظم آمه در اونو رشخور که یک عکسی کثیف هست اونو را من به دستای خودم آتش میزنم. ان قریب در یک شب میرم و آتش میزنم، بعد از او اعدام شوم. به خاطر از این که او کثیف خر لعین عده زیادی از این مردم بسیار گرویده خود ساخته. به منظور چی؟ به منظوری که در ریشخور نمره های را دوست دیدم و برای احمدی دادم، یک کماندانش که احمدی برای یک داد خیلی خطا کشته و زی کرده در ریشخور. او لالا برای تو یک زمین بایر خوش که در ریشخور داده و دخترش در دبی به بهترین امکانات امی جاغر خورد موتور را امی پر کرد. اونو را من آتش میزنم لالا، اونمو عکس ربانی را دستت تا کلت خلاص. در یک شب آتشش میزنم، باز ببینم که چی میکنه. چند تا هوادار داره ای ربانی لعین، ای ربانی لعینی که با اونمو ریش سفید اینمی برهنگرایی های زنان و دختران میدید قرد میداد، میدید و قرد میداد، میدید و قرد میداد. به خاطر از اینکه دلارها کم نشه که فاطمه جان در دبی بی دلار نشه یا جلال جان در کانادا بی شراب و بی امکانات نشه. ای بود رهبر بزرگترین حزبی که این پیروی مکتب سید قطب صاحب که مثل اخوان المسلمین صاحب که فلانی صاحب بسمدانی صاحب. مثالش اینیست. وقتی این نوع حرکات وجود داشته من می نیست یک تاجک اگر ای را کتمان بکنم پس گپ درست نیست. ما با پس از این هر نوع انسان های کثیف لعین ناموس فروختره باید در قبالش استاده. این ربانی نبود که آیا کارملک من یک چیز نشته کرده بودم. یک ادام آمدن از استرالیا دوستای امدادگر گفتن نام کارملک گفتین تو. او انسان لعین کارمل خوب با قدرت نیروی روس آمد کافر لعین. این کرزای صاحب که فعلا هم هست با قدرت تانک امریکایی آمد یادم چرایی ایچی فرق داره. و اینی ربانی که مسالمت آمیز میگیره به کرزای برای دست نشانده آمریکایی حکومت تقدیم میکنه، ای انوزم مجاهد کبیر. پس جهادم ایست که تو بیار وطنت هم مادرت ناموست بر اجنبی بفروش و بعد خط فروش مادرت هم به دست نشاندهش بده و بعد از او تو هست مجاهد کبیر. آیا جهاد کبیر همیست؟ آیا دینی که من میگم همیست؟ این مسائل ما یادآوری کردیم و این مسائل ما یادآوری کرده میرم ولو هزاران صفحه ما بلاک شود. مسائل حقیقت روزگار است بزرگواران، حقیقت روزگار است. همیشه جنوبی ها فروختن، فلانی ها فروختن، ما خریدیم. لالا جان این دوره را که فروخت این دوره را ما تو نفروختیم. آیا در پای فروش افغانستان، در پای فروش ناموسمان، مادرمان، چند نفر جنوبی وال نشسته؟ یک قانونی و فهیم و عبدالله خو ما خود دیگه جنوبی وال نمی بینم. این فروخته و ما خریدیم.
این دفعه که ما فروختیم که خرید، ایران باید یادآوری بکنیم دیگر، تعصب من آنقدر وحشتناک نباید باشه. لالا بگذار اجازه را بتیم که 20 سال از ولسوالی ما که آوردیم ولایتم نامش گذاشتیم 600 جنرال بود، بگذار که برای 5 سال حداقل از جنوبی هم یک 20 جنرال باشه. یا سی تو ایره باید بپذیریم. ما در 20 سال دلار مست، شراب آزادگی، موتر لوکس، تابلیتگاه آزادگی، خانه وزیر اکبر خان در خدمت، نفری ها ماندگی در تاجیکستان، نفری بازی کردن، فلانی کردن، یادم 20 سال قطع چپلق گازی جنگ دیدم. و به نظر چطور روزایی را که ما تو در معیشت می گذشتاندیم ای باشه کمی گرسنه می جنگید. حالا دیگر ما تو چی بگویم؟ روزی که ای سلاح برمی داشت و می جنگید، او روز موتو پیک شراب بلند می کردیم و در تاجیکستان دختر می رقصاندیم، دخترای امام علی رحمانوف. بخوای نخوای زور ما او و تو برش نمی رسه. او 20 سال پرکتیس جنگ داره با بزرگترین برقدرت و موتو 20 سال پرکتیس مزدوریت در بگرام داریم. 20 سال موتو مزدور در بگرام بودیم، از نیکرمان که تلاشی میکرد تا به 7 سوراخ بینیمان امریکایی های سیاپوست. اما او با یک کلشنکوف در برابر قطار بزرگ میست و میزد و تخریبش میگرد. او اونست و ما تو اینی فراموش نکنیم لالا جان. ایره فراموش نکنیم که همو زدنی ترین مجاهد کبیر ما تو هم در آستانشان در بگرام سر به زمین زدیم نزدیم. بزرگترین مجاهد کبیر ما هم لالای وجود و درز درز وجود و سراخ سراخ وجود ما را امریکایی سیاپوست ماینه کده. ایره بفهمیم دیگه لالا جان، چون ما همیشه خریدیم و دیگر ها همیشه فروختن. آیا این چی رقم است به نظرت؟ ما همیشه چی کردیم؟ دوست بزرگوارم یک سره چی مانده روان است؟ از او خندگه که مانده روان است؟ خوب است که بانی لالا خنده هایی بان بر سرنوشتی بخند که بر خودت بخند. لالا بر خودت بخند که چی حالتی وحشتناک سرمان به پیش می رفته. چار بیناموس رهبر موتوست، حال نمیتونی تحملش کنی که قصه رهبران تبرد بکنم، قصه مجاهدین کبیر تبرد بکنم، قصه کسانی. یک انسان بیناموس میگه که اگر رتب پیامبری به پایان نمیرسید بعد فلانی جان فلانه آدم پیامبر می بود، عیبم و پدریم و فلانه نفرت لعنت که نعوذ بالله جایگاه پیامبری را این بیناموس خاک فروش میتونه در چشمتون بگیره. این نوع انسان های کثیفی ما، این نوع آدم های بیغیرت ناموس فروش وحشتناک ما، این نوع انسان های کثیف وحشتناک رزل هستیم ما. و ما هستیم کسانی که مادرمان را فروختیم و افتخار کردیم و در آستان کسی که مادر ما را بر فروختیم همیشه زانوی تلمز زدیم. اما تو نبود؟ امی رقم نبود؟ آیا قوی ترین من در بگرام را نداشت؟ آیا بزرگترین قماندان من قوی ترین بلدنگ نداشت؟ آیا می خواهید که لست تمام بلند منزل های غول بیگر شیرپور افشا بکنم که کدام قماندان و زن کدام قماندان، فلانی جان خان صاحب، دختر فلانی جان خان صاحب، آیا تمامشان به نام دختر و فرزند و فلانیشان در اونجا ندارن امکانات؟ آیا او آدمی که فلانی جان صاحب است که نامش حال من نمیگیرم، خانه شیرپورش کرایه بود که 15,000 دلار تنها به دخترش در لندن روان شود که صحیح معیشت کنه؟ اما تو نبود. امی رقم هم نیست، خیلی نمیدامه نداره. داره لالا داره. و ما این که سرکو ما هنوزم دوستام پرستش میکنیم و میبینیم که موتویی که اصلا آبی بر آشامیدن نداریم، فرزندانمون در جبهاتی که جنگیدن او خوردن ندارن فعلا، اوز جناب دوستام سرکو در کدام امکانات، اوز فلانه صاحب سرکو در کدام امکانات، بسمدانی صاحب سرکو در کدام امکانات، مجاهدین کبیر ما چی رقم امکانات به خود گرفتن؟ به دامادهای قوی، به دامادهای قوی که دختران خوبتر یخ کنن، به این دامادها امکانات ایجاد کردن و رفتن.
دختر رباری میگه که من فعلا نیاز به ازدواج ندارم. بعد گفتن چرا؟ گفت در بازار که ماهی تازه، در بازار که شیر تازه پیدا شوه، بد کنه که آدم گاو بخره. همین رقم به پیش میرن و وضعیت محمود است. خواست سعید سآلا من به چی اقیده میرسم؟ پس بیاین با این اندیشه برنامه همین حرفا را به پایان برسونیم. بگذار که رهبران ما کاکاهایش در ژنو و در سوئیس باشن، از ژنو و از سوئیس شعار مقاومت سر بتن. خیره، ما و شما در کوههای مرتفع و سربلند و پرغرور و برفدار هندوکش به نام مقاومت همونجا لرزیده لرزیده استاد می باشیم. بله، و بعد چی میکنیم؟ کور کورانه میگیم درود بر کاکای رهبرم، بر فلانه رهبرم، بر بسمدانه رهبرم، زنده باد رهبرم که در خانه پدری خود در کولاب است. یک دیگه، ما این مسئله رو میگیم استاد پروفیسور برهان الدین ربانی، مجاهد کبیر و قطب زمان، رهبر حزب جمعیت و شخصیت نستوه تکرار ناشدنی و یگان انسانی که افغانستان از چنگال کفر نجات داد و مسلمان ها را زیاد ساخت و دخترش که در دبی است. خیر، او را در موردش گپ نمیزنیم. او را در موردش گپ نمیزنیم. در مورد جلالم گپ نمیزنیم. اونها را کارت میگیم و بعد دینمی خود یک دنده استاد میگیم. چرا؟ به خاطر که ما فارسیوان هستیم. لعنت بر آن فارسیوانی که به خاطر این ملیتش از این همه بدبختی کتمان کنه که من فارسیوان هستم. لعنت به من فارسی که رقم باشه. ملیت ما که رهبرم و فلانیم، دخترش عیاش، بچهش عیاش، خودش دوست، ناموس فروش، خاک فروش، و ما به خاطر که فلان ملیتم خراب میشه چیزی نگوییم. لعنت به من ملیت ما. دیگه دوستای عزیز، همینجا حرفای ما به پایان میرسه. این ایدئولوژی من هست. یک انسان میتونی بکشی، ایدئولوژیش از اون نگیری. این همی تفکر دید ما بود و هنوزم ادامه داره و به پیشم خواهیم رفت. میریم به پیش. خوب است که من حق تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد.